وقت شما بخیر. جنگ پردیس از بخش‌های بسیار متنوعی تشکیل شده. ما انشالله که در فواصل مختلف، حالا نمیدونم تایممون تو این بخش چقدره، ولی فکر می‌کنم یک ساعتی در خدمت شما هستیم. بعد فاصله‌ای داریم و در بخش دوم هم با یه بخش ویژه، با مهمانان ویژه که حالا به جای خودش انشالله خدمتتون عرض خواهم کرد، در خدمت شما خواهیم بود. اما کنار من یه دوست عزیزی نشسته از نخبگان این سرزمین، از کسانی که ما بهشون افتخار میکنیم، میخوایم باهاش بیشتر آشنا بشیم. سلام، خیلی خوشم. سلام، روزتون بخیر. من خوشم. بفرمایید خودتون معرفی بکنید. خدمت بینندگانم سلام عرض میکنم. من فرهاد افتخاری هستم، برگزیده دو دوره جشنواره خوارزمی و برنده 6 مدال جشنواره ابتکار اختراعات جهانی. خب الان چیکار میکنید آقای افتخاری؟ فعلا والله من دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه مصنعت هستم، یکی از مؤسسین کانون پژوهش پروفسور حسابی، و باز همچنان مشغول تحقیقاتی که از قبل داشتیم و حالا یه سری تحقیقات جدید. حوزه فعالیت های تحقیقاتیتون چی بوده؟ قبلا بیشتر تو زمین های اتوماسیون و کارهای نرم افزاری کامپیوتری بوده. بله. که اخیرا بیشتر میره به سمت ایمیج پروسسینگ. که چی هست این ایمیج پروسسینگ؟ در واقع یه جوری بگو که منم متوجه بشم. ببینید، ما انسان داره یه سری حواسی هستش، حس بینایی، شنوایی، بویایی و غیره. ما میایم اینا رو شبیه سازی میکنیم برای در واقع یک ربات یا یک کامپیوتر که بتونه قابلیت های انسان رو بدیم به اون که حالا برای ما یه سری کار رو آسان تر بکنه یا کار غیر ممکن رو مثلا ممکن بکنه، مثلا فرستادن سفینه های بین سرنشین که پیشرفت خیلی بزرگی بوده و حالا دیگه، یعنی سفینه های تحقیقاتی یکی از مثالاش بود. وگرنه میگم حالا شما فکر کنید یک رباتی رو دارید که میتونه حواس آدم رو داشته باشه. درست. که الان خب این علم خیلی ناقصه که بخوان به حواس انسان ما بدیم به ربات. درست. که حالا هرچی میره جلوتر پیشرفته تر میشه که کاربرد اونم برای ما خب خیلی بیشتر میکنه. درسته. این قانونی که کسانی که در واقع جشنواره خوارزمی مقام بیارن یا حالا المپیادی‌ها رو من مطمئنم، اما راجع به جشنواره خوارزمی هم صادقه که بدون کنکور وارد دانشگاه میشن؟ ای کاش هیچ وقت این امتیاز رو به بچه‌ها نمیدادن. چرا؟ چون صرفاً در لفظ هستش، یعنی یک حرفیه که زده شده و بچه‌ها رو بیشتر حالا سردرگم این دفتر به اون دفتر، این دانشگاه به اون دانشگاه میکنن که بوده، استثناءاتی بوده. حتی من نمونه هایی داشتم که بله بله. این محقق به تعداد شده. بوده، ولی خب به نسبت لیاقت بچه ها و جایگاهی که باید بچه ها بهش میرسیدن نسبت به حالا اون دانشگاهی که ما صرفا به اسمشون دانشگاه مادر میگیم خیلی کمتر بوده. بعد صرفا همون 15% که به کنکورشون اضافه میشه و بتونن از اون استفاده کنن و عاقلانه تره. ولی خب خیلی سخته که بعد دو سه سال کار پژوهشی بچه‌ها بخوان برگردن اون کتابا رو دوباره بزنن جلو خودشون و اون چیز فکری که براشون درست شده. یعنی دوباره 15% به کنکورشون اضافه میشه؟ باید 85% رتبه آخرین فرد گروه، آخرین فرد گروه اون رتبه رو توی اون دانشگاه داشته باشن. شما الان با کنکور وارد دانشگاه شدید؟ منم یکی از اون استثناءاتی بودم که باز بعد از 3 سال این بر اونور دویدن که هنوز بعد 2 سال دارم تو دانشگاه ریاضی 1 پاس میکنم به خاطر اون 3 سالی که از خب محیط دانشگاه خب احتمالاً خیلی سهل الوصول همه کارا اتفاق بیفته، ولی واقعا این قانون به نظرم یه فضای همواری رو به وجود میاره واسه بچه‌هایی که بالاخره سر و گردن توی کار خودشون بالاتر بودن و به نظرم امتیاز بزرگیه. امتیاز خیلی خوبی اگه به عمل واقعا تبدیل بشه، چون بودن از دوستای منی که 80% بچه‌های خارجی که از دوستان من بودن موفق نشدن پذیرش بگیرن و الان تو دانشگاه خارج مشغول به تحصیل. آقای افتخاری، چشم انداز پیش رو تو چگونه می‌بینی؟ ببینید، ما اول از همه باید ببینیم چه جایگاهی داریم. ما تا ندونیم کجا هستیم به اون جایی که می‌خوایم برسیم نمی‌رسیم. مثل یک فیزیک فاصله رو که می‌خوان حساب کنن مبدا و مقصد خیلی مهمه. ما چه تو میدون جنگ باشیم باید بدونیم جایگاهمون کجاست، چه توی رد شدن از خیابون باشیم، چه هر جایی که بخوایم باشیم، باید اول ببینیم کجاییم، پیشینمون چی بوده و چی بودیم که بخوایم به اون چیزی که میخوایم در لیاقت اون چیزی که بودیم برسیم. متاسفانه توی سیستم آموزشی ما خیلی شده، ولی خب خیلی بیشتر جای این داره که ما بدونیم چی بودیم که بخوایم به اون برسیم. و الان ما باید نسبت به جایگاهی که توی کشورهای دیگه داریم، نسبت به کشورهایی که واقعا این یک بچه قنداقه میمونن نسبت به پیشینه فرهنگی، بله بله، باید اونا رو طی کنیم و اینم زمانی موثر میشه که همه ما، تک تک ما، حالا از هر فردی تو این جامعه گرفته و واقعا به این هدف بخواد بره جلو. آقای صادقی، ما چقدر وقت داریم؟ میتونیم به گپمون ادامه بدیم؟ چون من سوال دارم. آقای افتخاری، خیلی خوب، پس وقت داریم. به من بگو که این عواملی که در موفقیت آدم ها ذکر میکنن
چقدرش این عوامل کلیشه‌ای که توی کلاس‌های مختلف ذکر میشه راجب تو صادق بوده؟ حالا راجب مثلا خانواده میگن، راجب محیط تحصیلی میگن، راجب امکانات میگن، تو فکر میکنی کدوم عامل باعث شده که به اینجا برسی؟ الان امروز به عنوان یک نخبه، به عنوان یک برگزیده و به عنوان کسی که دلی داره در گروه اعتلاء علمی این کشور، دو دستش میکنم. یکی این که گروه هایی که واقعا در نزدیک ما هستن، مثل خانواده که نقش اون واقعا نمیشه ازش گذشت، مثل مثلا خود من، مادر من که دو سال پیش از دستشون دادم، خدا انشالله که رحمتش کنه، واقعا مشوق من بودن، چه به صورت مستقیم چه غیر مستقیم. حالا امکانات دیگه مثل مدرسه و اینجور چیزا. و یک بحث دیگه ای که مهمه، بحثی که ما باید اونو ترویج بدیم، مثل الگوهایی که تو جامعه باید درست کنیم. ما شاید الان بچه های مدرسه همون مثلا دل پیرو رو همه میشناسن، ولی باور کنید پروفسور حسابی رو شاید 50% بچه ها اسمش رو شنیده باشن و 10% بدونن کی بوده. حتی جاذبه های هر فضا رو هم نباید با هم اشتباه گرفت، ولی حرفتو قبول دارم. ببینید، ما تا یک الگوی مناسب رو ترویج ندیم و معرفی نکنیم، خب الگو نه به اون هدف تقلید کردن، به هدف گرفتن اون ویژگی های مثبتش و به عنوان کسی که این راه رو رفته. دقیقا همینطوره. خب حرف آخر آقای افتخاری. بله میدونم، حرف آخر ها من بگم؟ آره شما بگو. حرف آخر، حالا انقدر حرفا زیاده که من نمیتونم یه حرف آخری انتخاب کنم. اون چکیده حرفایی که میخواستی بزنی در یک جمله برام بگو. امیدوارم یک روزی بتونیم ایران سربلندی رو ببینیم انشالله. در پیش خود من و تمامی دوستان من که برادر من بودن الان پیش من نیستن و جاهای دیگه هستن، بتونیم همه روزی برگردیم، این فرصت برامون درست شه که به اون ایرانی که واقعا بوده و پتانسیل بودنش رو الان واقعا داره به اون برسیم. و البته امروز ما معتقدیم که با شما جوانها به بخش های عمده از این راه رسیدیم. انشالله این خواسته محقق بشه. ما در خدمت شما هستیم. نرگس توی جمعه بونه.